بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. پیکر آیت الله سید علی شیرازی، فرزند ارشد آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی که روز گذشته در شهر مقدس قم به لقاء الله پیوست، سه‌شنبه ساعت 5 بعد از ظهر به وقت محلی در این شهر تشییع و سپس جهت تدفین به شهر مقدس کربلا منتقل می شود. گفتنیست مجلس ختم به مناسبت ارتحال ایشان سه‌شنبه بعد از نماز مغرب و عشا در بیت آیت الله العظما شیرازی برقرار خواهد شد. اداره کل بهداشت و درمان استانداری کربلای معلا از تدوین طرح جامعه اورژانس برای خدمت به زائران زیارت میلیونی اربعین خبر داد. گفتنیست این طرح از 10 روز مانده به آغاز زیارت میلیونی اجرا می شود. صباح الموسوی، مدیر کل اداره بهداشت و درمان شهر مقدس کربلا، طی بیانیه اظهار داشت: اداره بهداشت شهر مقدس کربلا یک طرح پزشکی یک پارچه برای پذیرش میلیون ها زائر از داخل و خارج از عراق در سنین مختلف و جنسیت های متفاوت تهیه کرده است. مؤسسه خیریه امام حسین علیه السلام IHC دیروز 19 مرداد ماه در مکانی زیبا در لندن مراسم پیاده روی نمادین اربعین حسینی را برای کودکان برگزار کرد. گفتنیست خانواده‌ای از سراسر شهر برای شرکت در این پیاده روی شرکت کردند و یک فضای دلنشین را پدید آوردند. شایان ذکر است اداره پلیس محلی در گرینفورد نقشی حیاتی در تضمین امنیت این مراسم ایفا کرد. دیدبان حقوق بشر به مناسبت سومین سالگرد سقوط افغانستان به دست طالبان گزارشی در مورد وضعیت حقوق بشر منتشر کرده است. در این گزارش گفته شده است که طالبان از زمان تسلط بر افغانستان تا کنون جدی‌ترین بحران حقوق زنان در جهان را ایجاد کردند. به گفته این نهاد، افغانستان همچنان یکی از بدترین بحران‌های بشردوستانه جهان را تجربه می‌کند.